حملات بی‌رحمانه و رفتار طالبان در پنجشیر جنایت جنگی است. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سرویس اطلاعاتی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. بی بی سی فارسی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می‌نویسد: سازمان عفو بین ملل نیروهای طالبان را متهم کرده که با انجام حملات بی‌رحمانه و مجازات جمعی در پنجشیر مرتکب جنایات جنگی شده است. این سازمان که در یک گزارش تازه وضعیت پنجشیر را مستندسازی کرده است، نیروهای طالبان در آن ولایت را متهم می کند که قوانین حقوق بشر دوستانه را زیر پا گذاشتند و از جمله به اعدام های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و توقیف های خودسرانه گروهی دست می زنند. اگنس کلمار دبیر عفو بین ملل گفته است که تاکتیک های ظالمانه ی طالبان در هدف قرار دادن مردم با اتهام وارد کردن افراد به ارتباط با جبهه مقاومت، ترس و بدبختی فراگیری برای مردم پنجشیر به بار آورده است. او افزوده است که جنایات جنگی و سایر موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی که از سوی طالبان در پنجشیر انجام شده است گسترده است. اعدام های غیرقانونی، شکنجه، گروگانگیری، بازداشت غیرقانونی و آتش زدن خانه های مردم با آنکه هر عمل فردی منفور است، این رفتار در مجموع به مجازات دست جمعی بدل شده که به خود به خود جنایات جنگی محسوب می شود. زبیال مجاهد سخنگوی طالبان از خندهار، مقر رهبری حکومت طالبان، در صحبت با بی بی سی یافته های عفو بین ملل را تبلیغات خواند و گفت: ما چنین ادعایی را رد می کنیم چون بر اساس اسناد استوار نیست و شاید علیه امارت اسلامی پروپاگند باشد و یا به خاطر ایجاد بدبینی و تفرقه بین افغان ها گزارش شده باشد. گزارش تازه سازمان عفو بین ملل که به عنوان پسرانتان در کوها امروز نشر شده، بر مبنای محاسبه با 29 شاهد و بررسی و تجزیه و تحلیل 61 عکس و ویدیو این رویدادها در پنجشیر تنظیم شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق با تجهیزات و سلاح‌های خود به پنجشیر گریختند و به جبهه مقاومت ملی پیوستند. نیروهای طالبان با هجوم به پنجشیر از اسیران انتقام گرفته و مردم را هدف قرار دادند تا مجبور به تبعید و تسلیم شوند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالانه شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید.